مثلث ناامنی، مواد مخدر و فساد از موارد عمده‌ای به شمار می‌رود که دیر زندگی روزمره باشندگان کشور را با دشواری‌های زیادی مواجه ساخته است. فسادی که بیشتر از موجودیت سیستم بوروکراسی، خشخوری در تقرری‌ها، عقد قراردادها و ده‌ها موارد دیگر ناشی می‌شود. از این رو برخی نهادهای جامعه مدنی نیز با راه‌اندازی نشست از این پدیده سخت نگرانی می‌کنند. ولی متاسفانه چیز توقعی که ما بود، چیز امیدی که ما داشتن، اونا نتونستن. فعلا فساد موجود است، استخدام بسیار زیاد فساد موجود است، قرارداد بسیار موجود است، مسائل استقبالی به حساب ما راضی نیستیم. با این حال یافته های تازه نهادهای های مدنی نشان می دهد که ظرف 10 سال پسین بیشتر وزارتخانه ها نتوانستند از 17 تا 25% بودجه انکشافیشان را به مصرف برسانند، موضوعی که با باور مسئولان مبتنی بر فساد بوده و عامل آن هم بیشتر به نبود هماهنگی پالیسی و پلان این ارگان ها بستگی دارد. از 10 الی 25% فعلا هم بودجه افغانستان در وقت در اجرا میره مشکلات خود داره. وزارتخانه ها نسبت به مشکلاتی که ذکر میکنیم نمیتونن بودجه خود 100% به مصرف برسانن. با این همه مقام ها در ریاست اجرایی حکومت در موضوع فساد تنها دولت را مقصر ندانسته، بل شهروندان و کشورهای کمک کننده به افغانستان را نیز در این امر متهم میسازد. میمونی میتن توفه میتن تا که بتونن یک پروژه را به دست بیارن. اینجا پس برمیگرده به اینکه بسیاری از اینجوها هم در این فساد، من نمیگم همشان، بسیاری از اینجوها هم در این فساد شریک هستند. مردم همطور که راجع به مردم گفتم، کسایی که فساد میکنن و خوبترین زندگی را دارن مورد احترام مردم عام قرار میگیرن. چرا اعتراض؟ پس در مبارزه با فساد تنها حکومت ها نه، در هر کشور عرصه قوه در پهلوی از اون مردم هم مسئولیت خدا داره. اما چه دلیل باعث این همه مشکلات در راستای افزایش فساد در کشور گردیده است؟ ارگاه حکومت هیبت خود را از دست داد، جرم بیشتر می شود، زیرا مردم خودش میگن که کسی بر ما عدل را نمی داد، بنان به اختلاس و به فساد و به واسطه و به تمام نکاتی که برادر ما عرض کرد به او رو میارن. این گفته ها در حال مطرح می شود که بر بنیاد یافته های سازمان شفافیت بین المللی در حال حاضر افغانستان از لحاظ فساد اداری مقام دوم را در سطح جهان از آن خود کرده است.